اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. آخرین درس کتاب فلسفه سیاست بحث کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است. همونطور که مستحضر هستید، ما در کتاب فلسفه سیاست بحث و از مفاهیم و کلیات شروع کردیم: مفهوم سیاست، مفهوم حکومت، مفهوم فلسفه سیاست، حاکمیت و مفاهیم اصلی که مورد توجهه. بعد از به اصطلاح مفاهیم و کلیاتی مثل ضرورت فلسفه سیاست و روش مطالعه فلسفه سیاست و این گونه بحث ها، اومدیم سراغ این بحث که آیا اساساً حکومت ضرورت دارد یا ندارد. دلایل موافق و مخالفین رو گفتیم و بر اساس دلایل عقلی اثبات کردیم که اصل وجود حکومت ضروری است. بعد به این بحث رسیدیم که آیا حکومت باید حتما اسلامی باشد. این رو هم بحث کردیم که حکومت اسلامی هم ضروری است، یعنی اسلامی بودن حکومت هم ضروری است. بعد از اثبات ضرورت حکومت اسلامی، دلایل مخالفین حکومت اسلامی رو مورد بررسی قرار دادیم و نقد کردیم. و بعد از به اصطلاح نقد دلایل مخالفین، اومدیم سراغ بحث بعدی که تحت عنوان مشروعیت مطرح شد. عرض کردیم مشروعیت جامعه شناختی داریم، مشروعیت فلسفی داریم و گفتیم که بحث ما در اینجا سخن از مشروعیت فلسفی و به تعبیری حقانیت حکومت است که چه کسی عقلاً حق دارد و باید حاکم بشود. اینجا هم بحث کردیم نظریه مشروعیت مردمی رو صحبت کردیم، اینکه نگاه‌های مبتنی بر نظریه قرارداد اجتماعی که حکومت رو مبتنی بر رأی مردم میدونن و حق حاکمیت رو از جانب مردم میدونن، دلایل اونها رو هم بحث کردیم. اشکالات وارد بر این نظریه رو بر اساس اشکالات مبنایی و بعد اشکالاتی که بر اساس مبنای خودشون باز به نظریه وارد هست رو هم عرض کردیم. اب نداره، همون ساعت هست. بعد بحث مشروعیت الهی رو عرض کردیم به عنوان نظریه‌ای که مورد توجه هست و نظریه در حقیقت مطلوب نظام سیاسی اسلام هست. دلایل مشروعیت الهی رو عرض کردیم و بعد گفتیم که با توجه به نگاه مشروعیت الهی، حق حاکمیت در زمان حضور معصومین با معصومین هست بر اساس دلایل عقلی که عرض کردیم و همچنین دلایل نقلی. بعد از بحث حق حاکمیت معصومین، اومدیم تو این نکته که حالا که نگاه مشروعیت مشروعیت الهی است، مردم تو حکومت اسلامی چه جایگاهی دارن؟ نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی که مبتنی بر یک سری بحث‌های حقوق مردم و تکالیف مردم بود رو هم عرض کردیم. و بعد از به اصطلاح نقش مردم در حکومت اسلامی، مدل مردم سالاری اسلامی رو هم به عنوان مدلی که مردم در نظام اسلامی نقش دارن رو هم توضیح دادیم. اسلامیتش به چیز، مردم سالاریش و مردم سالار بودنش به چیز، که اینها رو هم توضیح دادیم. بعد نسبت اسلام و دموکراسی رو عرض کردیم و نهایتاً اومدیم سر این بحث که حالا در عصر غیبت وضعیت حاکمیت چگونه است، که بحث ولایت فقیه مطرح شد، خود مفهوم ولایت فقیه، شرایط ولی فقیه و بعد دلایل ولایت فقیه. دلایل عقلی رو عرض کردیم، دلایل نقل و نمونه هایش رو عرض کردیم. بعد اومدیم سر بحث حدود اختیار ولی فقیه و انواع نظریه ها تو این بحث هم گفتیم: ولایت مطلقه، ولایت مقیده. و بعد هم اومدیم سراغ بحث نحوه تعیین ولی فقیه و انشاء ولایت ولی فقیه رو هم عرض کردیم: ولایت انتصابی، ولایت انتخابی. و تاکید کردیم که نظر قابل قبول ولایت انتصابی است که مشکلات ولایت انتخابی رو نداره و نظر مشهور فقهای شیعه هم هست. و مجموعاً در حقیقت به اینجا رسیدیم که در عصر غیبت حکومت مطلوب از نگاه اسلام در اندیشه سیاسی اسلام و فلسفه سیاسی اسلامی حاکمیت ولی فقیه هست، با شرایط و حدود و اختیارات و دلایلی که داره. و البته بحث پیشینه تاریخی رو هم عرض کردیم که این نظریه نظریه جدیدی نیست، از عصر حضور این نظریه بوده، در عصر غیبت هم فراز و فرودهای خودش رو داشته و روز به روز هم این نظریه گسترده تر شده و در حقیقت بیشتر مطرح شده و از لحاظ عملی هم به اصطلاح زمینه
تحقق عملیش هم بیشتر فراهم شده تا رسیده به نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه. خب اینجا ها ما بر اساس دلایل نظری و متعدد عقلی اثبات کردیم که ولایت فقیه نمونه خوب حکومت اسلامی است. منتها یه بحث اینجا پدید میاد که حالا ما میگیم این مدل نظام سیاسی دلایل عقلی متقنی براش وجود داره که این حکومت حکومت مطلوبه. حالا سوال پیش میاد که آیا واقعا این حکومت در مقام عمل هم کارآمدی دارد یا ندارد؟ وقتی سخن از کارآمدی میشه، کارآمدی یعنی اینکه سودمنده، به نتیجه کامل میرسه و میتونه در حقیقت به نتیجه کامل خودش برسه. تو بحث کارآمدی نظام سیاسی دو مدل بحث میشه. یه موقع میگیم این نظام سیاسی یعنی این مدل نظریه، مثلا مدل ولایت فقیه یا نظام اسلامی، نظام سیاسی اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، آیا با توجه به مبانی و اصول و شرایطی که ما برای ولایت فقیه تعیین کردیم و اختیاراتی که برای رهبری نظر گرفتیم، آیا این مدل یه مدلی هست که ظرفیت کارآمدی لازم رو داشته باشه یا نه؟ یعنی ابعاد مختلف این نظام رو در همون مقام نظر که بحث میکنیم ببینیم که آیا ظرفیت‌های لازم رو برای تحقق اهداف داره یا نداره. این بیشتر کارآمد تئوریک اون نظریه است. یه موقع هم هست میایم نگاه میکنیم که در مقام عمل اگر نظامی بر این اساس اجرا شده و عملیاتی نظریه پیاده شده، اون مقام اول بس مقامی نیست که پیاده شده، میگیم این نظریه با این ابعاد، با این شرایط، با این اختیاراتی که داره به حاکم میده، با این جایگاهی به مردم قائل میشه، آیا میتونه به نتیجه ملحق به صلاح منتج بشه، به اهدافش برسه یا نه، ظرفیت های لازم رو خود این نظریه داره برای اینکه اهدافش محقق بشه یا نه. یا موقع میایم میگیم نه، این مدل نظریه در فلان منطقه در فلان کشور اجرا شد، حالا بعد از چند سال اجرای عملیاتی ببینیم نتیجه بخش بود یا نبود. یعنی کارآمدی در عرصه عمل رو در حقیقت بیشتر اینجا میسنجیم. تو بحث به اصطلاح کارآمدی چند تا نکته مهمه باید بهش توجه کنیم. در بحث کارآمدی، خصوصا در بحث کارآمدی عملی وقتی میخوایم بحث کنیم، باید به این توجه کنیم که این نظام سیاسی چه هدفی داشته و چقدر تونسته به اهدافش برسه عملا. منتها در سنجش میزان توفیقش در رسیدن به اهداف دو تا مؤلفه هم باید در کنارش بهش توجه کنیم. یکی موانعی که داشته بر رسیدن به این هدف، یکی امکاناتی که داشته بر رسیدن به این هدف، و با مجموعه برایند این امکانات و موانع و اون هدفی که خواسته برسه ببینیم چقدر موفق بوده. بنابراین ما وقتی که اولا یک نظام‌های سیاسی دارای اهداف متفاوتی وقتی باشن، نمیشه کارآمدیشون رو با یک شاخص سنجید. مثلا فرض کنید در نظام‌های سکولار غربی یا نظام‌های لیبرالی هدف اینه که تساوی حقوقی مطلق بین زن و مرد و انواع در حقیقت افراد جامعه برقرار بشه. اونجا اگر حقوق زن یه جای نصف حقوق مرد شد، میگن این کارآمد نبود. اما در نظام اسلامی هدف چیه؟ هدف اینه که اون چیزی که حکم الهی اجرا بشه. حالا اگر بر اساس حکم الهی ارث زن یه جاهایی در قانون جمهوری اسلامی نصف مرد شد، این علامت ناکارآمدیش نمیشه، بلکه اتفاقا علامت کارآمدیشه. اونجا نصف شدن حقوق علامت ناکارآمدیه، اینجا علامت کارآمدیه. چرا؟ چون اونجا هدف اون بود، اینجا هدف چیز دیگری است و این است. بنابراین نمیشه تو یه سری از شاخص‌ها لزوماً همیشه شاخص‌های کارآمدی مساوی باشه، اما بعضی شاخص‌ها میتونه مشترک باشه. مثلا فرض کنید ایجاد یک رفاه عمومی یا رفع فقر، رفع تبعیض و اینجور شاخص‌های کلی که بالا بردن مثلا وضعیت فرهنگی جامعه و چیزایی که در حقیقت اقتدار یک نظام، اینا چیزایی است که میتونه مشترک باشه، اما بر اساس اهداف ممکنه شاخص‌های مختلفی داشته باشن نظام‌های سیاسی و نشه با یک شاخص همه رو با هم سنجید. اینم یک نکته. بحث به اصطلاح امکانات و موانع هم خیلی مهمه. ما وقتی می‌خوایم حتی اگر دو نظام به اصطلاح سیاسی رو در همون اهداف مشترکشون با هم مقایسه بکنیم، باید به امکانات و موانع هر دو کشور توجه کنیم.
مثلا شما فرض بکنید دو تا کوهنورد رو میخوان یک قله رو فتح بکنن، به یکیشون یه سری امکانات میدی، در هوای طبیعی صاف میگی برو این کوه رو فتح کن، مثلا در یه روز میره فتح میکنه، به یه نفر امکانات لازم مثل اون نمیدی، بعد توی هوای برفی میگی این کوه رو فتح کن، ممکنه سه روز طول بکشه فتح کنه، چه اصلا نتونه هم فتح کنه. خب نمیتونی بگی که پس اون موفق بود این موفق نبود. اگه گاهی ممکنه ببینی این با همون بی وسیله‌ای و توی اون برف اگه سه روزه هم این کوه رو فتح کرد، ارزشش از اون یه روز فتح او چیه؟ بیشتره گاهی. یا حتی اگه نصفش هم تونست بره، ارزش اندازه فتح کامل او شاید بیشتره. بنابراین باید موانع و امکانات رو سنجید. یه کشوری مثلا دارای درآمدهای زیاد مثلا نفتیه، یه کشوری هیچ درآمدی نداره، خب اینا سنجششون با هم درست نیست. یه کشوری دچار بحران‌های مختلف اقتصادی، جنگ و شرایط مختلف به اصطلاح زلزله، سیل و و این اتفاقات شده، یه کشور براش هیچ اتفاقی نیفتاده، نمیتونیم اینا رو با هم یکسان بسنجیم. او کلی هزینه برای سیل و زلزله و بازسازی و جنگ کرده، هیچ هزینه برای اینجا نکرده. بنابراین باید همه موانع و امکانات رو با هم بسنجیم، بعد بتونیم حالا مقایسه کنیم اینا تازه تو اون اهداف مشترکشون چقدر موفق بودند. این نکته است که باید در سنجش کارآمدی مورد توجه قرار بگیره. اما در بحث ظرفیت نظام سیاسی اسلامی برای تحقق اهداف، یه شاخصهایی تو نظام سیاسی از لحاظ نظری وجود داره که خود این شاخصها ظرفیت برای یک نظام سیاسی. مثلا فرض کنید نگاه توحید محوری که در نظام اسلامی هست، اینکه باید همه قوانین طبق ضوابط الهی باشد، اینکه همه باید تابع دستورات الهی باشند، اینکه خدا باید محور باشد، اینا در حقیقت موجب اولا یک محوریت واحدی، اونم با محوریت خدا میشه که همه دیگه در قالب در برابر خدا خاضعند. بعد اسلامیت نظام و تثبیت نظام رو یک تضمینی بهش میده وقتی نگاهش توحید محور و اساس دستورات الهی قراره داره بشه. اینا چیزاییه که اثرگذار اگه واقعا توحید محور باشه، این ظرفیت‌های مثبت رو برای نظام ایجاد میکنه. یا مثلا فرض کنید خود معاد باوری در نظام اسلامی خیلی مؤثره. اگه کارگزاران یک نظام اسلامی و ضوابط و قوانینش بر اساس معاد محوری چیده بشه، خب آدمایی که معاد محور، معاد باور هستند، خیلی مواظب رفتارشون هستند تا آدمایی که اعتقادی به معاد ندارند. ولذا سلامت کارگزاران طبعا بیشتر خواهد شد در یک همچین نظامی. و فسادها کمتر میشه و کلن جرائم خود به خود پایین‌تر خواهد آمد اگه معاد باوری واقعا وجود داشته باشه. یا مثلا اینکه سعادت اخروی یا سعادت دنیا و آخرت هر دو با هم هدف نظام باشه، خب اینجا در حقیقت یک جهتگیری بهتری تو نظام سیاسی رخ میده. اینکه قانونگرا باشه یک نظام سیاسی، یک نظام سیاسی اگه قانونگرا بود، خب جلوی خیلی از تخلفات گرفته میشه، جلوی استبداد گرفته میشه، همه تابع قانون باید باشند. یا معیار شایسته سالاری اگر معیار باشه در یک نظام اسلامی، خب خیلی فرق داره جایی که اصلا شایسته سالاری نیست. مثلا شما الان ببینید در همین نظام‌های سیاسی دنیا، اینکه مثلا ببینید در آمریکا ترامپ میشه رئیس جمهور، این به خاطر اینه که در نظام سیاسی آمریکا خیلی از این مسائل اخلاقی و اینایی که ترامپ داشته اصلا مانع رئیس جمهور شدن نیست. برای رئیس جمهور شدن چرا موانع هست، یعنی شما در خیلی از نظام های سیاسی مثلا سوء سابقه مانعه، یعنی شما نه حالا اون یه بحث دیگه است، اینکه اصلا در قانون شایسته سالاری ملاک باشد یا نباشد. یعنی در یه نظامی که شایسته سالاری توش ملاکه، مثلا میگه کسی که میخواد رئیس جمهور بشه بعد سابقه مدیریت کلان داشته باشه، بعد آدم از لحاظ اخلاقی سوء پیشینی نداشته باشه و اینا باشه، اینا باعث میشه که امکان به قدرت استناد فاسد خیلی کمتر بشه. اما توی نظامی که اصلا هیچ شرطی شما نذاشتی، هیچ مانعی نیست، صرفا اینکه احزاب تو رو تاییدت بکنن بتونی رأی بیاری. و از مثلا در آمریکا میبینی یه کسی مثل ریگان بازیگر سینماست میاد میشه رئیس جمهور، هیچ سابقه سیاسی مدیریتی نداره. ترامپ یک سابقه مدیریتی سیاسی نداشته، یه فرماندار یه ایالت نبوده، یه برج‌ساز بوده و البته اون همه مفاسد اخلاقی داشته، ولی اینا هیچ کدوم مانع رئیس جمهور شدنش نبوده.
یعنی این خیلی مهمه. حالا اینکه تو اون نظامی که شایسته سالاری ملاک هست یا نیست، این خیلی مهمه. البته حالا اینکه شایسته سالاری ملاک چقدر به اون شایسته سالاری عمل میشه یا نمیشه، اون مقام بعدیست. ولی نظامی که از اساس شایسته سالاری ملاک قرار نداده، خب این طبعا ظرفیتش برای فساد چیه؟ بیشتره دیگه. بحث ما سر ظرفیت‌های نظری بحثه. یا مثلا بحث نظارت‌های درونی و بیرونی که تو نظام اسلامی وجود داره، بحث امر معروف و نهی منکر و نظارت‌های این مدلی که رسماً به رسمیت شناخته شده، اینا خب باعث سلامت بیشتر نظام خواهد شد. بحث انعطاف در عین ثبات که در نظام اسلامی هست، عرض کردیم قوانین متغیری که میتونه نظام اسلامی به حسب شرایط داشته باشه، خود ساختار نظام اسلامی که میتونه به شرایط تغییر کنه. تو نظام اسلامی ساختار مشخصی دیده نشده که حتما رئیس جمهور باشه یا نخست وزیر باشه یا دو قوه باشه یا سه قوه باشه، اینا میتونه تغییر کنه. متو اون اصول ثابتش سر جاشه، باید حاکمیت فقیه باشد، باید مشروعیت الهی داشته باشد، باید قوانین بر اساس اسلام باشد. ولی اینا حالا با قالب ریاست جمهوری یا دو قوه یا سه قوه شما اداره کنی فرق نداره، لذا قابل انعطافه در عین یه سری ثباتی که داره. و اینجور بحث ها، بحث تکلیف محوری و حق محوری، این که مردم هم تکالیفی دارن هم حقوقی دارن، مسئولین همینطور، این که مردم تکالیف و حقوقی دارن مسئولین دوباره همینطور، یک طرفه نیست که یه عده فقط تکلیف یه عده فقط حقوق، اینا باعث یک نوع به اصطلاح تعادل در نظام میشه. بحث واقع گرایی و آرمان گرایی در کنار هم، اینکه ما نظام اسلامی آرمان‌های بلندی و متعالی داره، در این حال به واقعیت هم توجه میکنه، خیالی جلو نمیره، که به اصطلاح این تعبیر در بحث مثلا سیاست خارجی مطرح میشه که مثلا در کشورهای نظریه سیاسی بعضی نظریه آرمان گراست، بعضی نظریه اسلامی میگن واقع گرا. نظریه اسلامی آرمان گرایی در این واقع گرایی است، یعنی توجه به هر دو بُعد. خود جایگاهی که برای مردم دیده شده در نظام اسلامی خب باعث میشه مقبولیت و ثبات نظام بالاتر بره. اینا چیزایی است که در مقام نظر ظرفیت نظام رو برای کارآمدی بالا میبره، اما خب کارآمدی عملی لازمش اینه که این ظرفیت ها عملا بهش توجه بشه و مورد استفاده قرار بگیره، اون یه بحث دیگه است. اما کارآمدی عملی نظام جمهوری اسلامی، آیا تو این 40 سال نظام جمهوری اسلامی موفق بوده و کارآمد بوده یا نبوده؟ توی بحث از کارآمدی، این اول باید توجه بکنیم چند تا نکته مهمه. ما تو بحث کارآمدی وقتی می‌خوایم بگیم یه نظامی کارآمد بوده، به این معنا نیست که بخوایم بگیم هیچ نقصی نداشته. یعنی ممکنه یک نظامی با نقص‌هایی هم که داشته در مجموع بگیم موفق بوده. بنابراین ما نمیخوایم نقص ها رو نادیده بگیریم اگه یه وقت اومدیم گفتیم کار آمده. فراز و فرود داره یه نظام، جاهایی پیشرفت کرده، جاهایی مشکل ایجاد شده براش، نقص هایی وجود داره، نقاط ضعفی داره، نقاط مثبتی داره. ما وقتی میخوایم کار آمده بسنجیم، مجموعه کار رو میسنجیم. ولذا حتی اگه گفتیم یه نظامی کار آمده، معنای نفی و نادیده انگاشتن نقص ها نیست. تو بحث کارآمدی نظام جمهوری اسلامی باید به این توجه کرد که حتما باید موانع و امکانات رو بهش توجه کرد. هم امکاناتش، بالاخره کشور ما یک کشوریه که از لحاظ منابع جزو برترین کشورهای دنیاست. و این ظرفیتیه که خیلی کشورهای دیگه ندارن. شما مثلا میخواید ایران رو با ترکیه تو این 40 سال گذشته مقایسه بکنید. ایران مزایایی داره که ترکیه نداره. منابع نفتی داره، درآمدهای این مدلی داره که ترکیه نداره. خب این ظرفیت ها نقاط مثبت و امکاناتی که اینجا هست اونجا نیست. موانع رو هم باید بسنجیم. خب موانعی که ایران داشته ترکیه نداشته، یا مثلا فرض کنید مالزی نداشته. 8 سال جنگ، یک انقلاب، یعنی نظام پس از انقلاب که خودش یه شروع از نقطه صفره، 8 سال جنگ که هزینه ها و خسارت های جنگ بودجه چند ده سال کشور رو در حقیقت، بله اونم در ابتدای نظام، از دست دادن بزرگترین شخصیت‌های فکری تو اون دو سه سال اول انقلاب، خیلی از شخصیت‌های فکری بزرگ و مغزهای متفکر رو از دست داده نظام جمهوری اسلامی. بعد خود تحریم‌ها و مشکلات و به اصطلاح اینکه کشورهای مختلف با ما دچار مشکل شدند و قدرت‌های بزرگی با ما همیشه چالش داشتند و نفوذی که اتفاق افتاد، هجمه‌های رسانه‌ای که علیه ما بوده، خب اینا هیچ کدوم در مقابل مثلا ترکیه یا در مقابل مثلا
مالزی همچین حجمه هایی نبوده، همچین موانعی وجود نداشته، تحریم های متعددی که ما داشتیم، فشار های بین المللی که ما داشتیم. بنابراین باید همه رو در نظر گرفت، یعنی در عین اینکه ما باید توجه کنیم که ایران ظرفیت هایی داره که مثلا ترکیه یا مالزی یا هر کشور دیگه که داریم مقایسه میکنیم نداره، موانعی هم که ما داریم اون نداره، پس باید بالانس بشه و مجموعه اینها در حقیقت دیده بشه. این نکته رو باید توجه داشته باشیم، به این نکته باید توجه کنیم که حکومت اسلامی حکومت به اصطلاح ذو مراتبه و تشکیکیه. ما یه موقع یه حکومت کامل اسلامی داریم که در زمان ظهور قرار اتفاق بیفته، یه سری حکومت‌های اسلامی داریم که حالا درجات مختلفی ممکنه داشته باشه. لازم نیست که حکومت اسلامی حتما حکومتی باشه که توش هیچ خلاف اسلامی رخ ندهد. این دلیل نمیشه که بگیم پس این حکومت اسلامی نیست چون چهار مورد خلاف اسلام اتفاق افتاده. ولی دقت بکنیم که حکومت اسلامی ذو مراتبه، درجات داره. بله. نه نمیخوام. البته بپرس چرا، چرا خوبه بپرس. در مورد حکومت عربستان و حالا اصلا ملاک اسلامی بودن حکومت، اول باید ملاک رو مشخص بکنیم. مثلا بعضی ها میگن اصلا ملاک حکومت اسلامی اینه که هم که مردم و جامعه اسلامی است پس حکومت میشه حکومت اسلامی. اگه این شاخص باشه آره، بخواه اونا مسلمون هم دیگه. اما یه موقع میگیم نه، حکومت اسلامی یعنی حکومتی که قوانین و ضوابطش اسلامی باشد، حاکمانش بر اساس ضوابط اسلامی به قدرت برسند، این میشه حکومت اسلامی. وقت اینجا ممکنه مثلا بنای قوانین و ساختار قوانین بر اساس اسلام باشد، اما مثلا فرض کنید 30% قوانین هنوز اسلامی نشده است، این میشه حکومت اسلامی چون بنای قوانین و بخش زیادی از قوانین اسلامیه ولی بخشش نیست. این همون ذو مراتب بودنه. عربستان از یه جهت که اصلا حاکمانش بر مبنای اسلامی نیستن، موروثیه، سلطنتیه و هیچ ضابطه اسلامی در تعیین حاکمان نیست، حتی خود حاکمانش اصلا شراب میخورن، احکام اولیه اسلام رو رعایت نمیکنن، واقعا نمیشه بهش گفت حکومت اسلام. به همین دلیل شرایط اولیه حکومت اسلام رو واقعا نداره عربستان، اما خب ادعا رو داره. نه خب ظواهرش هم خیلی اینطوری نیست دیگه. بله به اینه که حاکمان و کارگزاران اسلامی عمل کنن حداقل، و اینا در ظاهر هم چیزی عمل نمی کنن. و اون وقت تو کشورم که میری خیلی از احکام اسلامی واقعا جاری نیست، خیلی هاش فقط تو مکه و مدینه داره اتفاق میفته. بنابراین با این نگاه واقعا نمیشه گفت اسلامیه. اما حالا یه کشوری که تا حدی در حقیقت ضوابط اسلامی رو داره رعایت میکنه، بناش هم برای اینکه ضوابط اسلامی رعایت کنه، ولی حالا توی مراحلی هم نتونسته عمل بکنه. حالا عراق هم باید ببینید ضوابط قانونش واقعا چیه، تا حدودی مثلا ممکنه عراق بشه. یا مثلا فرض کنید مالزی مثلا میشه گفت یه کشور اسلامیه. حالا باز حکومتشون، اکثر حکومت‌های اسلامی متأسفانه سکولارن الان، یعنی اکثر کشورهای اسلامی حکومتاشون سکولاره، مثلا به این راحتی نمیشه گفت حکومت اسلامی است. ولی خب مردم مسلمانن، جامعه مسلمانه، کشور اسلامی هست. ولی چون اکثر حکومت‌های کشورهای اسلامی سکولار هستند، ولذا عمدتاً نمیشه لفظ حکومت اسلامی راجبشون به کار برد. مالزی همینطوره، حکومت سکولاره. یا مثلا ترکیه همینطوره، سکولاره. با اینکه حالا جامعه اسلامیه، مردم خیلیشون مسلمانه، خیلی از ظواهر هم حتی رعایت میکنن. ولی حالا یه جاهای ظواهر رعایت نمیشه. ولی خب مبنا اینه که بالاخره نظام ساختارش اسلامی باشه، حاکمانش بر اساس ذات اسلامی به قدرت برسن و در عموم کشور اسلامی اتفاق نمیفته. اینم از این نکته. و اینا چیزایی است که باید در بحث تحلیل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی بهش توجه کرد. اما حالا با همه این شرایط و نکاتی که عرض کردیم، حالا بریم ببینیم نظام جمهوری اسلامی کارآمد بوده یا نبوده. ببینید ما وقتی می‌خوایم کارآمدی نظام جمهوری اسلامی رو بسنجیم، معمولاً اونی که تو جامعه باش مواجه میشیم. ما وقتی می‌خوایم با ضابطه خودمون بسنجیم، میگیم خب حکومت اسلامی با توجه به اهدافی داره، چقدر با توجه به موانع و امکانات به اهداف خودش رسیده یا نرسیده. خب ما دستاوردهای جمهوری اسلامی که نگاه میکنیم، میبینیم دستاوردهای خیلی خوبی تو نظام جمهوری اسلامی وجود داره.
مثلا فرض بکنید از لحاظ داخلی خود اینکه ارزش ها و احکام الهی اومده به عنوان قانون قرار گرفته و خیلی جاها احیاء شده واقعا، یعنی شما خیلی فضاهای مذهبی رشد کرده، خیلی از ارزش ها تو جامعه پررنگ شده، فرهنگ ایثار و شهادت چقدر پررنگ شده. خدمت شما عرض بکنم که وضع بیدینی و مفاسد در قبل از انقلاب خیلی گسترده بوده، اصلا جامعه امروز با همه مشکلاتی که داره اصلا قابل قیاس با گذشته نیست. برنامه های فساد آمیز و مفسد آمیز دولت چقدر زیاد بوده که الان اصلا واقعا برنامه دولتی برای فساد نیست، گاهی اوقات تو بعضی از سیستم ها خطا رخ میده و ازا برنامه‌ای مثلا سیاسی ما برای فاسد کردن مردم نداره، برنامه‌ای مثلا آموزش پرورش برای فاسد کردن نداره، ولی گاهی میبینیم یه آدمی اومده او داره یه کاری انجام میده، یه فیلمسازی اومده داره او این کار انجام میده. ولذا مقام معظم رهبری هم تأکید میکنن که فساد سیستماتیک نیست، حالا چه فساد فرهنگی چه فساد اقتصادی. بنابراین آگاهی های دینی مردم چقدر بالا رفته، چقدر اطلاعات دینی مردم بالا رفته، چقدر همین که مردم سوالات جدیتر و شبهات جدیتر راجع به بحث‌های دینی میکنن پیدا، چقدر فهم مردم بالاتر رفته. و اینا چیزایی است که واقعا اتفاق افتاده. این که مثلا سکولاریسم تا حد زیادی در جامعه ما از بین رفته، زمان شاه واقعا سکولاریسم به شکل جدی در خیلی از عرصه‌ها محقق بود، الان بالاخره ولو این که مثلا یه جاهایی نگاه‌های سکولار وجود داره، ولی امروز مثلا ما سخن از دانشگاه اسلامی داریم می‌زنیم، سخن از علوم اسلامی، علوم انسانی اسلامی داریم می‌زنیم. خود ساختار حکومت ساختار اسلامی، قوانین باید اسلامی باشه، ضوابط باید اسلامی باشه، خود اینها در و خیلی جاها اجرا شده، این اتفاقات افتاده، منتها نقص‌هایی وجود داره، کسی منکر این داستان نیست، ولی همین میزانم که الان هست قبلا نبوده. خود کرامت انسانی مردم، اینکه مردم چقدر برای خودشون عزت پیدا کردن، چقدر الان طلبکارن از حکومت، چقدر با جرأت میگن که آقا چرا حکومت برای ما این کارو نکرد، چرا این کارو نکرد. یعنی اون تعبیری که امام گفتن مردم ولی نعمت ما هستند، مردم خودشون رو ذلیل حکومت نمیدونن، هرچند ممکنه بعضی از مسئولین متاسفانه نگاهشون به مردم درست نباشه و بد برخورد بکنن و گاهی هم تک و توک این اتفاقات افتاده و از حتی مسئولین مثل وزرا اینا گاهی دیدیم رفتار تحقیرآمیز با مردم میکنن، ولی واقعیت اینه که مردم برای خودشون یه عزتی پیدا کردن و طلبکارانه مقابل حکومت میایستند، میخواند مطالبه میکنند. در حالی که زمان شاه اینطوری نبود، آنچنان تو سر مردم میزدن که جرأت حرف زدن نداشت. الان مردم به راحتی انتقاد میکنن، به راحتی میگن آقا این چه وضعیه، این چه وزیریه، این چه رئیس جمهوریه، این چه میدونم نماینده مجلسیه. دیدید تلویزیون میره قشنگ دوربین میذاره، تازه مردم جرأتشو دارن بگن. گاهی دیدید مردم به دوربین میگن آقا پخشش میکنی، جرأت داری پخش کنی؟ یعنی او ترسی نداره از اینکه بگه و پخش هم بشه. خیلی مهمه ها، زمان شاه اینطوری نبود، یعنی به شدت مردم از حکومت میترسیدن و گاهی بعضی مثال هایی وجود داره از قدیم که نشون دهنده این ترسه. مثلا این مثال هست که چای کمرنگ رو میگفتن چای آژان دیده، یعنی یه آژان یه پلیس دیده از ترس رنگش پریده. واقعا الان یه افسر عالی رتبه یه سرهنگ تمام بیاد، مردم ترس ندارن ازش، حتی با میشه با این سرش بحث میکنه. مثلا یه افسر راهنمایی با درجه بالا براش مثلا جرمه میخواد بنویسه، شروع میکنه باش بحث کردن چرا داری مینویسی. مثلا من والا قدیم اینطوری نبود، مردم جرأت نمیکردن همچین حرفی بزنن. و واقعا از این جهت انتخاباتی که برگزار میشه، مردم چقدر تو انتخابات تو سر و کله هم میزنن، چون امید دارن که کاندیدای من رأی میاره، یعنی این امیدو کامل داره که از تو صندوق رأیش میاد. حتی مخالفین نظام جمهوری اسلامی که خود آقای بار گفتن اگه اصل نظام قبول ندید بیا رأی بدید، و اومدن بعضی رأی دادن، مخالف نظام جمهوری اسلامی این امید رو داره که کاندیدای مورد نظر او از تو صندوق چی بشه، پر بیاد، برای همین هم میاد رأی میده. این یعنی چی؟ یعنی به سلامت نظام در انتخابات اعتقاد داره، ولی اینکه اصل نظام هم قبول نداشته باشه. بله، بحث تقویت روحی خودباوری و پیشرفت و حالا پیشرفتایی که اتفاق افتاده و بحثای مدلی که هست، خود افزایش رفاه عمومی، واقعا آمارهای بین‌المللی شما نگاه بکنید، آمار
نگید آمار دولت جمهوری اسلامی. بر اساس آمارهای بین المللی میزان درصد جامعه ایرانی که قبل از انقلاب زیر خط فقر بوده حدود 46% با همون معیارهای بین المللی. 46% مردم زیر خط فقر بودن قبل از انقلاب، تا سال 2013 طبق آمارهای بین المللی زیر خط فقر شده 8%. یعنی 2013 13 سال اینور 25 سال هم اونور، یعنی حدود ببخشید 1979 میشه 21 سال و 13 سال حدود 34 سال. 34 سال پس از انقلاب آمار زیر خط فقر از 46% رسیده به 8%، در حالی که تو همون مقطع سال 2013 کشورهای مثل آمریکا مثلا 12-14% زیر خط فقر داره، کشورهای مثل ژاپن و اینها یا کره بین 18-20-25% گاهی زیر خط فقر دارن. یعنی اون زیر خط فقر چی؟ حالا الان من نمیدونم، الان نه الان اونطوری نیست واقعا، الان هنوز به 20% هم نرسیده، شک نکن با همون آماره ها به 20% هم نرسیده، من فکر نمی کنم 15% هم رسیده باشه. یعنی 15% خیلی ها، 15% الان زیر خط فقر یعنی چقدر؟ یعنی 12 میلیون زیر خط فقر، 15% با جمعیت 80 میلیون اگه حساب بکنی یعنی 12 میلیون زیر خط فقر، 12 میلیون کمه، ولی میخوام بگم نسبت رو بسنجید، از 46% برسه به 8%، خب این یعنی رشد رفاه عمومی مردم و این روشن اصلا تو جامعه که نسبت به قبل خیلی رشد کرده جامعه ما و حتی در مقایسه به کشورهای دیگه از یه رفاه عمومی بیشتری برخورداره. این آمار بین‌المللی داره اینو میگه، بنابراین این چیزی نیست که ما بخوایم بگیم. این در حقیقت حالا رسیدگی به محرومین و مستضعفین و اتفاقاتی که در مجموع در کشور افتاده در عرصه داخلی و اتفاقاتی هم که در عرصه خارجی اتفاق افتاده، اقتدار بین‌المللی ما، اینکه وابستگی ما به خارج کم شده، اینکه ایران یه قدرت منطقه‌ای و گاهی حتی فرامنطقه‌ای شده، اینا خیلی مهمه، اتفاقات بسیار مهمی است که خیلی این رو بهش توجه دارند. یا مثلا اینکه در عرصه دینی و مذهبی و فرهنگ دینی در جهان، اینکه بعد از انقلاب بیش از 50 میلیون نفر توسط مثلا یک نهادی مثل جامعه المصطفی در دنیا شیعه شده باشند که به برکت این نهاد، برکت انقلاب اسلامی شکل گرفته، خب اینا به اصطلاح فعالیت‌ها و بازتاب‌های گسترده است، گسترش بحث تفکر دینی در دنیا. اینا متفکران غربی گفتند، گفتن بعد از انقلاب اسلامی توجه به دین و معنویت و قدس و تقدس و قدسیت در دنیا رو به افزایش رفته. حتی بعضی کشیش‌های مسیحی اومدن صریحا اینو اعلام کردن که بعد از انقلاب اسلامی توجه مسیحی‌ها به کلیسا بیشتر شده، چون انقلاب اسلامی اومد نشون داد که چی؟ که با دین میشود انقلاب کرد، برخلاف اینکه میگفتن دین افیونه تو دهاست و مخدره، انقلاب اسلامی شده دین محرکه، میتونه باشه یه نظام رو ساقط بکنید. و اون کتابهایی که نوشته شد انقلاب به نام خدا یا تعابیر این مدلی که غربی ها نوشتن، ولذا اصلا جایگاه دین در دنیا بالا رفت، به تبعش جایگاه اسلام در دنیا بالا رفت، مسلمان ها رشد کردن لحاظ سیاسی اجتماعی، عزت مسلمان ها بیشتر شد در دنیا، به همون میزان تشیع در دنیا گسترش بیشتری پیدا کرد و همینطور در حقیقت تقابل مستضعفین با مستکبرین بیشتر شد، جرأت مقابله با آمریکا به معنی قدرت استکباری بیشتر شد. یه روزی فقط تو ایران پرچم آمریکا به آتش کشیده میشد، الان نمیشه پیدا کرد، خود آمریکا که آتش میزنن آفرین، هیچ کشوری نیست که رئیس جمهور آمریکا توش پا نذاره و پرچم آمریکا توش آتش زده نشود. حالا دیگه به قول شما خود آمریکا هم توش پرچم آمریکا آتش میزنن. این نگاه استکبار ستیزی اتفاقی که افتاده، ولذا اینا چیزایی است که نمیشه ازش غافل شد. منتها این نکته رو دقت بکنید، ببینید آمارهای بین المللی نشون میده وضعیت اقتصادی فرهنگی سیاسی ما نسبت به گذشته قطعاً و قطعاً بهتر شده، یعنی به شواهد مختلف. شما الان مثلا وضعیت صدا سیما رو نگاه بکنید،
اصلا با زمان قبل انقلاب قابل مقایسه نیست، با اینکه با استاد سیما امروز خیلی اشکال داریم ها، ولی با قبل سینمایی که الان ما اینقدر مثلا به گاهی ممکنه به جشنواره فرش اشکال میگیریم، به نمیدونم بعضی بازیگراش اشکال میگیریم، بعضی از فیلمنامه‌هاش اشکال میگیریم، تش چی میگیم؟ میگیم آقا چرا این بازیگره مثلا لباس بد پوشید اومد توی جشنواره فجر؟ چرا مثلا این بازیگره مثلا فرض کنین اون حرکت زشت رو مثلا توی اون جلسه گفتگو انجام داد؟ چرا مثلا فلان فیلم ترویج روابط دختر و پسر کرد؟ چرا مثلا ازدواج مثلا این مدلی رو داره ترویج میکنه؟ دغدغه های ما الان ایناست. چرا فلان دیالوگ مثلا سبک رو گفت؟ چرا تو فلان طنز مثلا فلان حرکت بی‌ادبی رو کرد؟ ولی سینما و فضای قبل انقلاب پر از فحشا و پرن و فضاهای کثیفه و اصلا قابل قیاس نیست. جشنواره جشن هنر شیراز، قبل عرض کردم که سفیر انگلیس میگه که اگه این نمایشنامه‌ای که الان تو شیراز اجرا شد تو منچستر انگلستان اجرا میشد، کارگردان و دست‌اندرکارانش جان سالم از دست مردم به در نمی‌بردن، اینقدر کثیف بوده. توی دهه، اشتباه نکنم، اواخر دهه 40 هست که دو تا پسر در ایران ازدواج میکنن، رسما جشن میگیرن ازدواج دو تا پسر با هم رو. یعنی اون موقع داشته به این سمت میرفته که اگه این فضا ادامه پیدا میکرد. در دانشگاه هنر در زمان شاه سند وجود داره، مستندش وجود داره، دختر و پسر تو کلاس مختلط نقاشی دیدید، تو کلاس‌های نقاشی مثلا یه کوزه میذارن اینجا، میگن آقا مثلا بچه از این کوزه نقاشی کنید، دختر و پسر اوریان میذاشتن سر کلاس زنده از اوش نقاشی بکشن. این وضعیت دانشگاه ما بوده، دانشگاه هنر ما بوده. حالا الان مثلا میریم دانشگاه هنر مثلا میگه مثلا خیلی دیگه دختر و پسر دارن با هم مثلا شوخی میکنن، زیادی قاطیان، اشکال ما اینه. خب این خوب نیستا، ولی این با اون اصلا قابل قیاس نیست. و خلاصه انواع اتفاقاتی که افتاده. میخوام عرض بکنم که حتی مثلا شما الان میگید بانکداری ربوی، مثلا وجود مشکل ربا در بانک ها، بخش های از معاملات بانکی به دلیل مشکلاتی دچار ربا شده، ولی خب خیلی از معاملات هم صحیحه و فقها هم تایید میکنن، نمیگن تمامش رباست. این با بانک زمان شاه که 100% ربوی اصلا قابل قیاس نیست. خود این یه رشته، هرچند مطلوب نیست. و همینطور شما تو هر عرصه‌ای که بخواید وارد بشید، ما وضعیت مثلا آموزش پرورش ما مطلوب نیست، ولی با زمان شاه خیلی فرق میکنه، خیلی بهتر شده. چقدر محتواهای دینی، برنامه‌های دینی تو مدارس اومده، چقدر تو فضای دانشگاه‌های ما، دانشگاه زمان شاهی که دختر چادری گاهی جرأت نمی‌کرد و با سختی می‌رفت تو دانشگاه، یا کسی می‌خواست تو دانشگاه نماز بخونه گاهی سختش بود یا مسخره‌اش می‌کردن، وقت تو دانشگاه امروز ما داره مثلا انواع مراسم‌های مذهبی برگزار میشه، خود دانشگاه میاد هزینه میکنه اردوی راهیان نور برگزار میکنه، اردوهای مذهبی برگزار میکنه، چه میدونم نماز جماعت برگزار میکنه، هزینه میکنه دانشگاه برای برنامه فرهنگی که زمان شد دانشگاه برای این برنامه مذهبی هزینه میکرد. نمیخوام بگم نهادهای مذهبی فعال در دانشگاه خیلی ایده‌آل عمل کردن، نه، ولی چقدر داره تو دانشگاه برای برنامه مذهبی هزینه میشه، چقدر تو آموزش برای برنامه مذهبی هزینه میشه؟ زمان شد چی میشد؟ به زور کتاب های دینی رو گنجوندن در اوایل دوره پهلوی، تو به اصطلاح کتب مراجع اصرار کردن که کتب درسی کتاب دینی هم اضافه بشود. در هر صورت وضعیت نسبت به قبل قطعا رشد و صعوده، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی. اما نکته اینه که حالا ما میخوایم ببینیم نسبت به اهدافمون ما به کجا رسیدیم. این مهمه که حالا اینو باید من در قسمت عرض بکنم. نکته ای دارید بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد اولا این به نظرم جوانب انصاف رو هم باید رعایت کنیم. حالا درسته یه سری مسائل خیلی افتضاح بوده زمان شاه، اما یه سری ویژگی هم داشته. و دوما سوال اینه که اگر انقلاب اتفاق نمی افتاد، این پیشرفت هایی که ما تو صنعت، توی دانشگاه ها، توی مسائل مختلف، حالا میگیم فقط حالا دولت سکولاری بود و حکومت سکولاری بود، فقط دین نداشت، اما سایر پیشرفت ها رو هم بهش نمی رسید، یا نه فقط همون وضعی بود که بود؟ بله، سوال خیلی خوبیه. از لحاظ مذهبی که قطعا هیچ وقت این اتفاقات نمی افتاد، چون اصلا فرایند کشور به این سمت بود، سیاست به این سمت. از لحاظ رشد صنعتی و علمی و این حرفا
شکی نیست، ما نمیخوایم بگیم که مثلا در زمان پهلوی دانشگاه نبود، ادارات نبود، سیستمایی نمیدونم، هیچ پیشرفتی رخ نداد. چرا؟ جاده ها ساخته شد، نمیدونم ساختمون ها ساخته شد، نه بوده. اما فرایند کلی کشور به چه سمتی بود در همین عرصه پیشرفت؟ بعضی میگن آقا خیلی از این پیشرفتایی که شما میگید و جالبه، حالا تو همین زمینه ها مثلا فرض کنید راه آهن، جاده، چه میدونم مراکز درمانی، بهداشتی، مراکز آموزشی، میزان گسترشش بعد از انقلاب گاهی 10 برابر 5 برابره. ببین میگم مثلا رضا شاه راه آهن ساخت، خب ساخت، مگه جمهوری اسلامی نساخت؟ 10 برابر رضا شاه دوم راه آهن ساخت. پس کم نداشته اولا، و بلکه بیشتر داشته، به این دلیل که عرض میکنم خدمتتون. اولا شما تعداد سال حکومت پهلوی رو میتونید در نظر بگیرید، یعنی بگید حکومت پهلوی تو 40 سال، تو 40 سال از این نقطه یکش تا نقطه سال 40مش، حالا هر مقطعی شما میخواید در نظر بگیرید، حکومت پهلوی حدود 50 خورده سال حکومت کردن مجموع پدر و پسر. تو هر مقطع 40 سالش رو در نظر بگیرید که از این نقطه مثلا سال اول تا سال 40 یا سال 50 تا سال 45 چند درصد رشد اقتصادی کرده، چند درصد رشد فرهنگی کرده، به میزان درصد رشدش باید نگاه بکنید. خود نویسندگان غربی، کتاب خانم نیکی کدی ریشه های انقلاب ایران، کتاب آقای ابراهامیان ایران بین دو انقلاب، کتاب آقای جان فوران مقاومت شکننده، اینا همه کتاب‌هایی که در مورد انقلاب اسلامی و وضعیت ایران دوره پهلوی نوشته شده، همه‌شون هم ضد انقلاب اسلامی هستند. یعنی اندیشمندان و متفکران غربی ضد انقلاب اسلامی هستند. شما وقتی کتاب اینا رو باز می‌کنید، تحلیل کردن شرایط حکومت پهلوی رو، عموماً به این نکته اشاره کردن که رشد و نوسازی و توسعه در دوران پهلوی همواره از جیب طبقات پایین به نفع طبقات بالا. یعنی اگه اومده یک رشد پیشرفته مثلا شهرسازی کرده، فقط تو شهرهاست، تو روستاها ساده ترین امکانات هم نبرده. ما تو چند سال اول انقلاب به کل از روستاهامون آب رسانی کردیم، برق رسانی کردیم، اینجور نبود که پس اون موقع امکاناتش نبود الان امکانش فراهم شد. خیلی از پیشرفت‌ها مال هم سال اول انقلابه، به خاطر چی؟ به خاطر رویکرد جهادی، به خاطر رویکرد محرومیت زدایی، ولی اصلا همچین رویکردی وجود نداره. تو همین توسعه دانشگاه، خاطرات رئیس دانشگاه تهران زمان شاه هست، میگه من به شاه گفتم که میخوام چند تا زمینه اطراف دانشگاه تهران رو بگیرم و توسعه بدم. رسما میگه شاه به من گفت میخوای دانشگاه رو توسعه بده که جوانا بیان اینجا تحصیلاتشون اضافه بشه، بیان فرد علیه من شعار بدن. سیاستو نگاه کن. وقت جمهوری اسلامی هیچ من این نداشته برای گسترش دانشگاه ها، با اینکه تازه تو خیلی از فضای دانشگاه ها به دلیل علوم انسانی غربی خیلی اوقات فضای ضد جمهوری اسلامی تو دانشگاه داره چی میشه؟ طرح میشه. ولی ببین چه گسترش و توسعه پیدا کرده. و خیلی از کارها به خاطر نوع سیاست رژیم پهلوی، یعنی نوع سیاست و نوع نوسازی که در حقیقت پهلوی داشت، یک نوسازی کاملا غربگیرانه بود و کاملا اصطلاحا میگن مدرنیزاسیون سطحی. مثلا زمان رضا شاه مدرس میگه رضا شاه میاد کاری میکنه که جوون روستایی ما کچلوار میپوشه، فکل میزنه، کروات میزنه، فهم کنه پیشرفته شده، ولی آب آشامیدنی سالم نداره. یعنی مدرنیزاسیون سطحی. اما جمهوری اسلامی اومده آب سالم رسونده، برق رسونده. الان دغدغه جمهوری اسلامی اینه که اینترنت پرسرعت برس، رسیده به فلان روستا یا نرسیده. تک و توک هم هست، این اتفاقات نیفتاده. ولی من یه نمونه دیگه عرض میکنم بابت اینکه بگیم، ببینید میگیم اینترنت اومده، خب بله زمان شاه اینترنت نبود، بگیم موبایل آورده جمهوری اسلامی به مردم چون نداده بود، خب موبایل نبود. اینا بله رشد چیه؟ زمانیه. اگه شاه هم بود حتما همین اینترنت بود، شاید پرسرعت‌ترش هم بود، حتما همین موبایل هم بود، درسته؟ این شکی نیست. اما پیشرفت‌های اساسی، یه مثال میزنم خدمتتون. ببینید یکی از مشکلات اقتصادی امروز کشور ما که سالهاست در حقیقت داره مطرح میشه و مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید کردن، وابستگی اقتصاد ما به نفت. و ایشون از اون ابتدای در حقیقت دوران رهبریشون و شاید حتی بله هم اول دهه 70 خودشون هم گفتن، من بارها گفتم دولت باید بیاد وابستگی به نفت رو کم کنه، و ایشون میگفت بعضی از این تکنوکرات ها میگفتن نمیشه. خب این یه نکته ایه، اصلا این نکته اقتصادیه که کشورهایی که درآمدشون وابسته به نفته، استنان تو اقتصاد سیادی میگن دولت‌های رانتیر نفتی، اینا تولید ندارن، رشد صنعتی ندارن. نگاه کن کشور نفتی اطراف ما رو،
ممکنه مثلا ساختمان‌های پیشرفته و امکانات پیشرفته از خارج توشون خیلی زیاده ها، ولی خودشون صنعت و رشد صنعتی و تولیدی ندارن. این مانعه. خب این نکته رو حداقل به لحاظ اینکه رسما مطرح بشه، یه نظریه اقتصادیه که از قدیم مطرح بوده، حداقل از سال اوایل دهه 30 وقتی که نهضت ملی نفت پیروز شد و انگلستان اومد ایران رو تحریم نفتی کرد، آقای دکتر مصدق نخست وزیر وقت ایران دید دولتش تحریم نفتی شده، اومد تز اقتصاد منهای نفت رو داد، گفت برای اینکه ضربه نخوریم بیایم اقتصاد منهای نفت رو تقویت کنیم. پس این حرف از اوایل دهه 30 حداقل به عنوان یه حرف تقویت کننده اقتصاد داخلی مطرح بوده، یعنی حرف فنی از راه اقتصاددان ها هم بوده. خب از زمان 32 تا 57 چقدر حکومت پهلوی وقت داشت؟ 25 سال. تو این 25 سال حکومت پهلوی چقدر وابستگی ما به نفت رو کم کرد؟ هیچی که کم نکرد، هیچی، رسون به نزدیک 90%. ولی از زمان انقلاب اسلامی تا 20 و چند سال بعد از انقلاب وابستگی ما به نفت حدود 30-40% کاهش پیدا کرد. الان که حالا دارم میگن 50 و زیر 50 داره میاد و حتی خیلی الان بیشتر من شنیدم اومده. در هر صورت ببینید 40 سال جمهوری اسلامی چقدر وابستگی به نفت رو کم کرد، پهلوی چقدر کم. اصلا سیاست پهلوی این نبود، سیاست پهلوی هم سیاست عربستان بود. عربستان وابستگی به نفتش رو یک ذره کم نکرده، تمام اقتصادش وابسته به نفت. سیاست حکومت ایران، شاه ایران هم همین بود که با آمریکا ببنده نفت بده. بله آمریکا داشت زیر دریایی هسته‌ای زمان شاه قراردادش رو بسته از آمریکا بگیره، قراردادش هستا، یعنی آمریکا مثلا هواپیمای ایران هواپیمای F-14 از آمریکا گرفته بود که میگن اون موقع فقط آمریکا و ایران و اسرائیل داشت، مجانی هم نمیداد، نفت میداد میگرفت. آمریکا هم چون ایران ژاندارمش تو منطقه بود بهترین امکان نظامی هم بهش میفروخت، اما خودش چیزی نداشت. ما از لحاظ نظامی حتی کارشناسان نظامی آمریکایی بودن. ما بعد از انقلاب برای استفاده از پروازهای متعدد هواپیما هم دچار مشکل بودیم، تکنسیاناشو نداشتیم چون آمریکایی‌ها اینا رو نظارت میکردن و اداره میکردن. الان ما به بیش از 30 کشور جهان تجهیزات نظامی صادر میکنیم. خب این کجا اون کجا؟ بنابراین سیاست واقعیت اینه، سیاست پهلوی بر این که بخواد تولید ملی رو گسترش بده، نمیدونم وابستگی به نفت و کارهای اساسی اقتصادی انجام بده، واقعا سیاستش این نبود. محرومیت زدایی واقعا سیاستش این نبود، ولذا مشکلات خیلی شدیدی وجود داشت. بنابراین در مجموع واقعیت اینه که وضع بهتر شده در همه ابعاد، یعنی اینو آمارهای بین المللی میگن، شما رو هر زمینه‌اش میخواد دست بزنید بیاد ببینید. اما نکته اینه ما نظام جمهوری اسلامی هستیم، چقدر به اون مدل اسلامی خودمون نزدیک شدیم؟ اصلا میگن آقا گروه بابای پهلوی، اصلا به پهلوی چی کار دارید؟ اون اصلا نظام اسلامی نبود، شما اسلامی هستید. اینجا جای بحث مهمی است که ما بر اساس موانع و امکانات و اهدافمون چقدر رسیدیم. خب ما آسیب‌های زیادی داریم در نگاه اسلامیت نظام، منتها اینطوری هم نیست که گام بر نداشتیم. ایدئال ما این بوده، مقام معظم رهبری ترسیم کردن، امام قبلا ترسیم کردن، ما بعد میر برسیم به تمدن اسلامی که زمینه ساز ظهور بشه. تو بیانیه گام دوم آقا فرمودن رسیدن به تمدن اسلامی کار یه روز و دو روز که نیست. گام هایی رو آقا فرمودن، اول باید انقلاب اسلامی میکردیم، بعد باید یه نظام اسلامی تشکیل دادیم، این کارو ما کردیم. بعد این نظام اسلامی که ساختار اسلامی باید بیاد در عرصه اجرا تو کارگزاران و اجرای حکومت اسلامی بشه، یعنی دولت اسلامی طراحی بشه و اجرا بشه. خود آقا فهمیدن ما هنوز دولت اسلامی معنی کامل رو نتونستیم محقق کنیم، ولذا گوشه و کنار زیاد میبینیم که احکام اسلامی اجرا نمیشود. بنابراین ما تو گام دولت اسلامی هستیم، باید بعد از دولت اسلامی تموم شد، بعد از دولت اسلامی باید برسیم به جامعه اسلامی و بعدم تمدن اسلامی. ما گامی رو، نیمی از گاممون رو گویا برداشتیم تو این 40 ساله، یعنی به وسطای دولت اسلامی رسیدیم، باید ادامه بدیم. خود آقای تعابیری دارن که اگه ما خیلی از موانع یا بعد خیلی از اشتباهات تو کشور رخ نمیداد، ما همین مسیرها رو خیلی سریعتر طی میکردیم، ولی نکردیم. تو خود بیانیه گام دوم هم میگن که تجربیاتی وجود داره که ما اشتباهاتی رو کلن مرتکب شدیم تو این 40 سال، یعنی مجموعه کارگزاران مرتکب شدن.
بنابراین اینا نقص ماست، اینا عیب‌های ماست. وجود تبعیض یا به قول خود آقا پیشرفت خوب انجام شده، ولی عدالت اونجا که باید باشه رشد نکرده. اما باز از قبل خیلی بهتره ها. منتها اینا چیزاییست که ما باید بهش برسیم و نفی نمی کنیم. این که ما میگیم تو خیلی از حوزه ها توفیق داشتیم نسبت به قبل، نادیده انگاشتن خیلی از نقص ها نیست. نقص ها زیاده، مشکلات اقتصادی مردم، تورم، گرانی، بیکاری، چه میدونم مشکلات فرهنگی، اعتیاد، طلاق، اینا همه هست تو جامعه ما. ولی نکته مهم اینه که در مجموع وضعیت نسبت به قبل با شرایط موانع و امکانات خیلی بهتر شده، ولی خب نسبت به ایدئالمون بازم خیلی کار داریم و باید به این سمت بریم. حالا اینکه حالا ما باید چه کار بکنیم که بریم به سمت تمدن اسلامی و جامعه اسلامی و دولت اسلامی رو محقق کنیم، و بحث‌های دیگری است که باید بهش برسیم. بنابراین با همون نگاه عمومی وقتی نگاه میکنیم توفیقات خوبی داشتیم که کشورهای همردیف ما خیلی اوقات نداشتند، و حتی عرض کنم یه جاهایی از بعضی کشورهای جلوتر از ما هم یه جاهایی توی سیستمای بهتر بودیم. ولی در هر صورت نقایص زیاده، ولی باید ریشه نقص رو پیدا کرد و حلش کرد. بنابراین ما یه موقع وضعیت خودمون رو با گذشته میسنجیم، وضع بهتره. وضعیت خودمون رو با خیلی از کشورهای مشابه میسنجیم، واقعا وضع بهتره در خیلی جهات، با خصوصا متوجه موانع و امکانات ها. اما وضعیتمون رو با ایدئال خودمون میسنجیم، خیلی کار داریم و خیلی وظیفه رو دوشمونه و فاصله داریم. ولی ظاهرا هم میگن آقا این نظام اسلامی بود، این حکومت اسلامی بود، اینا همون نقصاست که داریم میبینیم، و با اون ایدئال باید ان شاء الله سعی کنیم که نزدیک بشیم. این درس ما تمام، و انشالله که خدا به ما توفیق بده بتونیم وظیفه اصلیمون رو تو همین مسیر انشالله برداریم، و این وظیفه بدوش من و شماست، یعنی خصوصا جوانترهایی مثل شما و نخبگان فرهنگی که باید زمین سازی دولت اسلامی و بعد انشالله حرکت به سمت تمدن اسلامی رو رقم بزنیم، که انشالله خدا توفیق بده بتونیم با این طرح‌ها و با این اتفاقات این مسیر رو انشالله پیش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله.